سلام به همگی به جرأت میتونم بگم اکثر مخاطبای کانالمون که عاشقان فیلم و سینما هستن فیلم تایتانیک رو دیدن عاشقانه ای جذاب و البته با پایانی تراژدی اما این فیلم هیچ وقت قدیمی نمیشه برای اینکه تجدید خاطره ای برای هممون بشه خلاصه این عاشقانه زیبا رو براتون بازگو میکنیم یه گروه کاوشگر که تا به حال چندین گنجینه گم شده رو پیدا کردن حدودا سه سال روی بقایای کشتی تایتانیک تحقیق میکنن تا جواهر ارزشمندی که قیمت خیلی بالایی داره پیدا کنن اون یه الماس نایاب به اسم قلب اقیانوسه که طبق تحقیقاتشون آخرین بار توی کشتی تایتانیک حمل میشده کشتی که 84 سال قبل توی اقیانوس غرق شده بوده اونا یه گاف صندوق پیدا میکنن که بر اساس تحقیقشون مطمئن هستن الماس توی اونه بعد از کلی خوشحالی و جشن گرفتن درش باز میکنن اما هیچ اثری از الماس نیست فقط چند شیء تزئینی و یک نقاشی گروه حسابی ناامید میشه موقع تمیز کردن اون نقاشی که تصویر یه زن جوان کاملا برهنه است متوجه میشن که الماس قیمتی موقع طراحی توی گردن اون زن بوده خبر و تصویر اون نقاشی رو توی تلویزیون منتشر میکنن پیرزنی توی خونش مشغول سفالگریه خبر رو میشنوه و متعجب میشه به مسئول تیم خبر میدن که یه پیرزن تماس گرفته و در مورد نقاشی اطلاعاتی داره اون بعد از شنیدن قلب اقیانوس که اسم اون الماسه حرفای پیرزن رو که ادعا میکنه اون زن توی نقاشی خودشه جدی میگیره ترتیبی میده تا بیارنش به کشتی کاوشگر همکارش معتقده که اون زن یه و دنبال پول یا شهرته روز با کلی چمدون و وسایل میاد اون با دیدن وسایل شخصیش که از کشتی پیدا شده احساساتی میشه شروع به صحبت میکنه تایتانیک کشتی آرزوها بود اما برای من کشتی بردگان که منو در قل و زنجیر به آمریکا میبرد تایتانیک قول عظیم و جسه ای که تا به حال نظیری ند... داشته و به کشتی غرق نشدنی معروف بوده برای اولین بار آزم سفر میشه در حالی که قرار 2200 نفر مسافر رو به آمریکا ببره روز دویت بوتاکر دختری یه خانواده ثروتمنده که پدرش قبل از مرگ و شکسته شده و به های زیادی رو براشون به بار آورده حالا اون مجبور برای نجات خانوادهش با یه تاجر پولدار به اسم کال نامزد کنه و با کشتی به آمریکا برن تا ازدواج کنن روز عاشق نقاشی و هنره کتاب میخونه و قید دنیای اشرافی اذیتش میکنه بر اون نامزدش مردیه که فقط به پول و تجارت اهمیت میده احساسات و عواطف آدم ها هیچ اهمیتی براش نداره و بر اساس طبقه اجتماعی و ثروت آدم ها بهشون احترام میذاره جک دافسون و دوستش بلیت تایتانیک رو توی قمار میبرن و در آخرین لحظات قبل از حرکت کشتی سوارش میشن اون یه پسر فقیره یه هنرمند که خونه و خانواده ای نداره زیاد سخت نمیگیره در لحظه زندگی میکنه و سعی میکنه از شادی کوچیک لذت ببره کشتی به طبقه اشراف و طبقه مردم عادی تقسیم شده جک و دوست دوستش توی عرشه کشتی مشغول صحبتن به طور اتفاقی روز که از رفتارهای کال دلخوره میاد به عرشه طبقه اشراف جک محوش میشه و دوستش با تمسخر میگه که باید مثل فرشته ها بال داشته باشه تا به طور کنار اون دختر بیسته روز هم یه نیم نگاهی بهش میندازه و این اولین دیدارشونه سر میز شام روز از صحبت ها و رفتارهای بقیه و به خصوص کال عصبانی میشه از طبقه اشراف و مهمونی هایی که فقط برای خودنمایی و فخ فروشی حالش به هم میخوره و حس میکنه هیچکس به اون اهمیتی نمیده و با گریه به طرف عرشه کشتی میدوه و از نرده ها بالا میره به نظر میرسه میخواد خودشو پرت کنه توی آب جک که همونجا دراز کشیده میبینتش و آروم بهش نزدیک میشه اون با حرف زدن و شوخی و خاطر تعریف کردن بهش نزدیک میشه و بالاخره موفق میشه منصرفش کنه دستشو میگیره تا برش گردونه روی عرشه اما پای روز لیز میخوره و فریاد میزنه و کمک میخواد بالاخره با تقلای زیاد جک اونو بالا میکشه و هر دو روی عرشه میافتند ملوانا که با صدای روز به اونجا اومدن با دیدن اون صحنه فکر میکنن که جک خیالاتی توی سرش داشته و اونا با تهدید عقب میکشن و دست بند میزنن کال سر جک فریاد میزنه تا اینکه روز ادعا میکنه که چون میخواسته پروانه های کشتی رو ببینه خم شده پاش سر خورده و آقای داوسون نجاتش داده کال میگه که یه 20 دلاری بهش انعام بدن اما با اصرار روز که کار اون خیلی با ارزش تر بوده اونو به شام فردا شب به قسمت اشرافی ها دعوت میکنن کال به اتاق روز میاد و میگه که میدونه که اون دروغ گفته و فکر دیگه ای به سرش زده بوده اما دلیلشو نمیدونه بعد دیگه من بهش نشون میده الماس قلب اقیانوس که برنامه داشته برای جشنشون توی آمریکا بهش بده کال میگه اون یه الماس قیمتیه که نشانه اشرافیته حاضر برای روز هر کاری بکنه به شرطی که اون قلبشو براش باز کنه فرداش روز از جک تشکر میکنه البته تشکر به خاطر اینکه قضیه دروغش رو نداده بوده اونا با هم گرم صحبت میشن جک از زندگی خودش و سفرهاش به جاهای مختلف میگه و روز از فشار و قید و بندهایی که توی زندگی اشرافیش داره با هم بحثشون میشه و خندهشون میگیره بعد روز دفترچه که همراه جکه میگیره اون پر از طراحی های زیبایی که روز رو تحت تاثیر میذاره جک داستان هر کدوم از آدم هایی که نقاشی کرده رو تعریف میکنه و روز بهش میگه که این یه محبتی که انقدر خوب آدم ها رو میبینه جک بهش میگه تو رو هم میبینم تو هنوز نپریدی مالک کشتی از ناخدا میخواد تا با سرعت بیشتری برن تا قبل از برنامه اعلام شده برسن و اینطوری تیتر روزنامه های خبری بشن جک و روز همچنان گرم صحبتن و از بودن کنار هم لذت میبرن جک ازش میخواد انقدر خودش رو درگیر قید و بند نکنه و کارهایی که میخواد رو انجام بده مثلا تف کنه اونا با خنده و در حال تمرین تف انداختن هستن که مادر رو سر میرسه روز جک رو معرفی میکنه و مادر رو میبره مالی یکی از زنان ثروتمند مسافر که به تازگی ثروتمند شده و اصلا مثل بقیه اشراف نیست و خیلی باهاشون فرق داره جک رو کنار میکشه اون که متوجه شده جک فقیره لباس پسرش رو که همسن جک بهش میده تا برای مهمونی شام ظاهر بهتری داشته باشه جک به قسمت اشراف کشتی میاد و محو اون همه تجمل و زیبایی سالن میشه سعی میکنه با نگاه کردن به بقیه ازشون تقلید کنه روز میاد و میبوسه بعد با حالتی تنز ادای بقیه رو در میاره و چونشو بالا میده و راه میره سر میز مادر و کال سعی میکنن اونو با حرفا و سوالاشون خورد کنن جک عصبی شده اما به خوبی خودشو رو کنترل میکنه در جواب سوال تند مادر میگه من همه چیزهایی که لازم دارم همراه همه هوایی برای تنفس داخل شش هام چند ورق برای طراحی وقتی بیدار میشم نمیدونم چه اتفاقی قراره برام بیفته یا کیو ملاقات کنم مهم نیست شب رو کجا میگذرونم دیشب زیر پل بودم و امشب اینجا با شما آدمای باحال دارم شام پایین میزنم زندگی هدیه که نباید حروم بشه باید روی تک تک روزها حساب کنین چون نمیدونین برگ بعدی زندگی چیه روز همینطوری بهش خیره شده و بقیه هم با لبخند حرفاشو تایید میکنن جک خدافزی میکنه تا برگره و تو لحظه آخر که دست روز رو میگیره یه یادداشت بهش میده روز یواشکی یادداشتو میخونه جک منتظر تا ببرتش به یه مهمونی واقعی طبقه پایین یه جشن شلوغ و پر جنب و جوش و پر سر صدا جک ازش میخواد از قید و بند طبقه بالا رها باشه و فقط خودش باشه حسابی میرقصن و خوش میگذرونن و می میفروشن خدمتکار شخصی کال اونا رو میبینه فرداش کال میگه که امیدوار بوده دیشب روز به اتاق اون بیاد اما خب اون با همه تقلایی که دیشب تو طبقه پایین کرده باید هم خسته میشده اما دیگه نباید تکرار بشه روز میگه حق نداره خدمتکار بیکارش رو برای جاسوسیش بفرسته در ضمن کارگرش نیست که بهش دستور بده بلکه نامزدشه کال با عصبانیت همه چی میشکنه سر روز فریاد میکشه و بهش میگه درسته که قانونا همسرش نیست اما باید مثل یک همسر ازش اطاعت کنه روز حسابی میترسه و گریه میکنه مادر بهش میگه دیگه حق نداره اون پسر رو ببینه بهتره یادش باشه که به خاطر بدهی های پدرش و نجات خانوادهشون به ثروت کال نیاز دارن بعد هم سعی میکنه با مظلوم نمایی روز رو دوچار عذاب وجدان و قبول حرفاش کنه جک را به قسمت اشراف راه نمیدن اختار دیده شدن کوه یخ در فاصله دورتر رو به ناخدا میدن روز از طراح کشتی میپرسه چرا تعداد قایق نجات انقد کمه طراح میگه که قایق فقط برای نصف جمعیت مسافر کافیه اما تایتانیک غرق نشدنیه و قایق ها رو به خاطر زیباتر شدن ظاهر کشتی کمتر کردن جک که از نرده ها بالا میاد و توی فرصت مناسب روز رو به یکی از اتاقا میبره روز میگه که نباید دیگه همدیگه رو ببینن کال رو دوست و قرار باهاش ازدواج کنه اما جک میگه فقط میخواد خیالش راحت بشه که اون حالش خوبه میدونه اون مثل یه کودکی که داره تباه میشه و اونا به دام انداختنش و اگر خودش خلاص نکنه میمیره و اعتراف میکنه که عاشقشه اما روز میگه که دست از سرش برداره و از اونجا میره رفتارهای کال دوباره اونو ناراحت میکنه و یاد حرفهای جک میافته موقع غروب آفتاب میاد پیشش و میگه که نظرش عوض شده جک که کشتی ایستاده ش میگه که چشماشو ببنده و چیزی نگه با هم از نرده ها بالا میرن و دستاشونو باز میکنن روز که حس رهایی پیدا کرده فریاد میزنه دارم پرواز میکنم جک جک هم توی گوش شعری رو زمزمه میکنه همدیگه رو میبوسن و تصویر زیبا و ماندگار فیلم رو رقم میزنن روز جک رو به اتاقش میاره الماس رو نشونش میده و ازش میخواد که با اون الماس یه نقاشی ازش بکشه جک موبل و وسایلش رو حاضر میکنه روز که حاضر شده از اتاق کناری میاد دستموز طراحیش رو بهش میده موهاشو باز میکنه و لباسش رو در میاره جک که هیجان زده شده ازش میخواد روی موب دراز بکشه و بهش جست میده و کارش رو شروع میکنه روز که داره داستان رو برای تیم کاوش تعریف میکنه میگه در, در تمام مدت قلبم میتبید روح عشق و هوس در وجودم موج میزد نقاشی رو با یه نامه خداحافظی میذارش توی گاف صندوق کال خدمتکار کال همه جا دنبالشون میگرده میاد به اتاق روز و اونا از در اون طرفی فرار میکنن میبینتشون و اونا با جیغ و فریاد و خنده فرار میکنن از این اتاق به اون اتاق توی قسمت های مختلف کشتی میدوان و خدمتکار همچنان دنبالشون از موتورخونه کشتی رد میشن و همینطوری میدوان و می میرسن به انبار یه ماشین نونجاست. سوارش میشن و شروع به شوخی و خنده میکنن بعد هم توی صندلی عقب شروع به بوسیدن هم میکنن البته از بوسه فراتر میرن کال نامه خداحافظی روز به نقاشی برحنش و نقاشی برهنشو میبینه حسابی عصبانی میشه تصمیم میگیره یه نقشه برای به دام جک بکشه جک و روز که دوباره از اونجا فرار کردن میان روی عرشه کشتی روز میگه وقتی برسان آمریکا همراه جک میاد و دوباره همو میبوسن اما این خوشی زیاد دوام نمیاره دیدبان کشتی کوه یخی جلوی کشتی میبینن به موتورخونه خبر میدن دستور خاموشی موتورا داده میشه اما به خاطر سرعت بالای کشتی کنترل سختره و گوشه سمت راست کشتی با کوه برخورد میکنه آب وارد بخش پایینی میشه طراح به ناخدا میگه که کشتی آسیب جدی دیده و حدودا دو ساعت دیگه همه چیز غرق میشه جک و روز دست توی دست همدیگه برمیگردن پیش بقیه خدمتکار الماس و یواشکی میندازه توی جیب کت جک کال که به دروغ گزارش سرقت داده جک رو دوز جلوه میده جک مرتب به روز میگه که بی تقصیره و نباید حرف اونها رو باور کنه کال سیلی محکمی به روز میزنه و همینطوری داره سرش داد میزنه که یکی میاد ازشون میخواد که جلیقه نجات بپوشن به همه خبر میدن که باید جلیقه های نجات رو بپوشن پیام کمک برای کشتی های دیگه میفرستن اما نزدیکترین کشتی چهار ساعت باهاشون فاصله داره روز از طراح میخواد تا راستش رو بگه طراح میگه کشتی به زودی غرق میشه بهتر قبل از ایجاد هرج و مرج سوار قایقا بشن قایقا کمه و اول باید زنا و بچه ها سوار شن. کم کم همه نگران میشن در طبقه پایین رو بستن تا اول طبقه اشراف سوار قایقا بشن جک که به اتهام دزدی بازداشته توی یکی از طبقات پایین به یک لوله دستبند میخوره و خدمتکار کال کنارشه اون یه ضربه محکم به میزنه کلید و بر داره و جک رو همونجا میذاره در حالی که فقط طبقه اشراف دارن سوار قایقا میشن روز نمیخواد سوار بشه کال فریاد میزنه میخوای فاحشه اون بشی و روز جواب میده که ترجیح میده فاحشه جک بشه تا همسر آدم کثیفی مثل اون بعد توی صورتش دف میکنه و از اونجا میره جک کمک میخواد اما هیچکی اونجا نیست روز با پرسوجو میفهمه جک کجاست میره به طبقات پایین بالاخره پیداش میکنه ازش معذرت میخواد و اون رو میبوسه کلید و پیدا نمیکنه و میره تا کمک بیاره هیچکی اونجا نیست آب زیادتر شده روز در حالی که ترسیده بالاخره تبر پیدا میکنه با ترس و وحشت اینکه ممکنه ضربه رو, رو روی دست جک بزنه چشاشو میبنده و زنجیر دستبند رو پاره میکنه اونا میخوان برن بالا اما مثل بقیه مردم پشت در بسته گیر میکنن بالاخره با چند نفر دیگه در رو میشکنن و موفق میشن برن بالا ثروتمندا قایقای 6 نفری رو گاهن با 12 نفر مسافر از کشتی جدا کردن و رفتن اوضاع حسابی به هم ریخته است و هرج و مرج شده تیراندازی میشه کال به یه ملوان کلی پول میده تا براش قایق پیدا کنه اما دوباره پشیمون میشه و میره دنبال روز روز و جک رو پیدا می میکنه پالتوشو میده بهش روز نمیخواد بدون جک سوار قایق بشه اما اونا قانعش میکنن که سوار بشه همینطوری که قایق پایین میره روز به جک خیره میشه نمیتونه اونو ترک کنه خودشو پرت میکنه توی کشتی دوباره همدیگه رو بغل میکنن و میبوسن کال که نمیتونه این صحنه رو تحمل کنه به طرفشون شلیک میکنه اونا فرار میکنن و کال همچنان تفنگ به دست دنبالشون و شلیک میکنه به طبقه پایین میرسن آب حسابی بالا اومده کال تیراش تموم میشه و با عصبانیت برمیگرده اون با افسوس یادش میاد الماس تو جیب پالتویی که به تن روز داده را دستش به روز نمیرسه آب از همه طرف سرازیر میشه و با خودش میبردشون اونا با تقلا و سختی زیاد بالاخره خودشون رو به عرشه کشتی میرسونن سر دو تا قایق باقی مونده دواز کالی بچه که تنها مونده رو بغل میکنه و به بهانه اینکه پدرش سوار قایق میشه لحظات سختیه اونایی که مرگ رو پذیرفتن هر کدوم یه عمل دارن ناخدا و طراح کشتی میرن به اتاقشون و منتظر غرق شدن کشتی ان بعضیا بهترین لباساشون رو پوشیدن تا موقع مرگ مرتب و باوقار باشن مادری رو توی تخت داره میخوابونه پیرزن و پیرمردی توی آغوش هم توی رخت خواب آخرین دقایق و میگذرونن همه اون تجملات و زرق و برق داره توی آب غرق میشه بعضیا مشغول دعا و طلب آمرزشن بقیه هم به طرف انتهای کشتی که هنوز بیرون آب میتونن عده زیادی هم از لبه های کشتی توی آب میافتن نوازنده ها هم تا آخرین لحظه می تا به بقیه روحیه بدن صحنه واقعا وحشتناکیه بقیه از توی قایق با وحشت نگاه میکنن برق قطع میشه کشتی با صدای وحشتناکی از وسط نصف میشه و انتهای کشتی به حالت عمود روی آب قرار میگیره خیلی نمیتونن خودشون خودشون جک و روز رفتن به نوک عرشه کشتی ناگهان کشتی به سمت پایین توی آب فرو میره جک به روز میگه هر وقت گفتم نفس عمیق بکش شنا کن و به سمت سطح آب بیا آخرین قسمت کشتی توی آب فرو میره جک و روز توی آب دستشون از هم جدا میشه روز به سطح آب میاد و با وحشت جک رو صدا میکنه اما بین اون جمعیت که تقلا کنان سعی دارن زنده بمونن پیدا کردنش آسون نیست جک پیداش میشه و مردی که سعی داره با بالا رفتن از روز روی آب بمونه رو با مشت میزنه اونا شنا میکنن و دورتر میشن یه تخته پیدا میکنن جک روز رو میفرسه بالای تخته و خودش نمیره تا تخته غرق نشه هوا خیلی سرده جک ازش میخواد طاقت بیاره به زودی قایق ها برمیگردن همه اونهایی که توی آبن فریاد میزنن و از قایقا کمک میخوان مالی سعی میکنه رازشون کنه که برگردن اما یکی از ملوانا به مرگ تهدیدشون میکنه چون معتقده اگر برگردن اونایی که توی آبن قایقشون رو غرق میکنن یکی از افسرای کشتی مسافرای دو قایق و یکی میکنه تا برگرده اون طرف جک سعی میکنه روز رو با شوخی و خنده و تعریف کردن خاطر نگه داره بهش میگه تو از اینجا نجات پیدا میکنی ازدواج میکنی و بزرگ شدن بچه هاتو میبینی وقتی که خیلی پیر شدی توی تخت گرم و نرمت میمیری بردن بلیت تایتانیک بهترین اتفاق زندگیم بود چون باعث شد تو رو ببینم تو باید قول بدی قوی و زنده بمونی و هیچ وقت ناامید نشی روز قول میده و همدیگر رو میبوسن قایقی که برگشته با ناامیدی دنبال نفراتی که شاید زنده باشن اما تقریبا همه یخ زدن و دیگه زنده نیستن روز میخواد جک رو بیدار کنه تا قایق و نشونش بده اما اون مرده روز باورش نمیشه گریه میکنه و مرتب صداش میزنه از زندگی ناامید میشه اما به خاطر قولی که به جک داده سعی میکنه قوی باشه دست یخزده جکا میبوسه و بهش میگه که قولش رو یادش میمونه جک به اعماق اقیانوس میره از شدت سرما صداش در نمیاد تمام تلاشش رو میکنه تا با آخرین نیروی باقی مونده خودش رو به طرف مردی که اون طرف در یخزده و یه سود توی دهنشه برسونه اون با سود زدن پیاپی قایق و متوجه خودش میکنه و نجاتش میدن روز که راوی داستانه ادامه میده نزدیک به 1500 نفر اون شب غرق شدن 20 قایق اونجا بود که فقط یکیشون برگشت از بین 1500 نفر توی آب فقط 6 نفر نجات پیدا کردن بعد از اون اونایی که توی اون قایق ها بودن کاری نداشتن جز انتظار برای مرگ و انتظار برای آمرزشی که هیچ وقت نصیبشون نشد میرسن به کشتی کمکی همه دنبال عزیزانشون هستن کال دنبال روز میگرده اما اون خودشا مخفی میکنه روز ادامه میده این آخرین باری بود که کال رو دیدم اون بعدها ازدواج کرد و میلیونر باقی موند اما در بحران اقتصادی چند سال بعد ورشکسته شد و با اسلحه به زندگی خودش پایان داد روز خودش رو روز داوسون معرفی میکنه تا برای همیشه از زندگی قبلش خدافزی کنه تیم تحقیقات میگن که هیچ رد و نشونی از جک داوسون پیدا نکردن روز سعید میکنه که این ماجرا رو برای هیچ کسی حتی همسرش تعریف کرده. چون قلب یک زن اقیانوس عمیق اسرار اون میگه اما حالا شما میدونین که اون وجود داشته و منو نجات داده از دست همه چیز منو نجات داد اما من حتی یه عکس هم ازش ندارم تنها یه تصویر در خاطراتم تیم کاوشگر ناامید از پیدا کردن الماس میشن اما روز براشون تعریف میکنه که همون شب الماس رو توی جیب پالتویی که کال تنش کرده پیدا کرده و تمام این مدت نگهش داشته اون الماس رو به آب میندازه تا به اعماق اقیانوس بره و همون شب توی رختخوابش به خواب ابدی میره توی خوابش دوباره به تایتانیک روشن نورانی برمیگرده همه ای اونایی که اون شب رفته بودن دوباره بدون هیچ تضاد طبقاتی کنار هم ایستادن جک روی پله های سالن مجلل کشتی منتظرشه دستشو میگیره و همدیگر رو میبوسن همه مهمونا به افتخار وسالشون براشون دست میزنن و فیلم به پایان میرسه فیلم بیاد به یاد موندنی تایتانیک به کارگردانی جیمز کامرون در سال 1997 به روی پرده سینما ها رفت. این شاهکار رکورد فروش بی سابقه در حدود یک میلیارد و 100 میلیون دلار رو در تاریخ سینما تا اون زمان رقم زد تا به همه ثابت کنه هزینه گذاف 200 میلیون دلاری ساخت فیلم بی دلیل نبوده. این فیلم با بازی درخشان بازیگرها و کار تیمی معرکه عوامل ساختش 11 جایزه اسکار رو از آن خودش کرده به یکی از بی‌نظیرترین فیلم‌های ساخته شده است. مرامون بنویسید که آیا این فیلم رو دیده بودین؟ و اینکه چه خاطره هایی از تماشای این فیلم دارین و دوست داشتین پایان فیلم چطور باشه لطفا حتما نظراتتون رو برامون کامنت کنین وقتتون بخیر